چند وقت پیش قرار بود وزیر سمت استیزا بشه. دو نماینده مجلس فاش کردند که در استیزای قبلی رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت به نمایندگان حدود 70 ماشین شاسی بلند داده. ده آبان 1401 هم رضا فاطمی امین استیزا شده بود. اما ناگهان او با 84 رأی موافق و 182 رأی مخالف در سمت خودش ابقا شده بود. حالا اما لو رفتن این خبر و البته برکناری اون از این سمت با واکنش‌های مختلفی روبرو شد که احمد ایراندوست بلافاصله به اون حمله کرده. سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خیلی خوش اومدید. در این برنامه به حمله جنجالی احمد ایراندوست به نمایندگان مجلسی که رشوه خودروی شاسی بلند دریافت کردند میپردازیم. اما قبلش ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز روز چهارشنبه در مصاحبه با ایلنا به طور تلویحی وزارت سمت رو به رشوه دادن به نمایندگان متهم کرد. اون گفته بود بنا ندارم از امتیازاتی که داده شده صحبت کنم، اما خوبه هیئت رئیسه محترم مجلس بیا تکلیف اون خودروهایی که به نمایندگان داده شده رو مشخص کنه که چرا قریب به 70 تا 75 دستگاه خودرو در اختیار نمایندگان قرار گرفته و تکلیف و ارتباط اون رو با موضوع استیضاح نمایندگان روشن کنم. بعد از این اظهارات مقامات دولتی در مقام تکذیب بر اومدن. دولت این موضوع رو دروغ پردازی خواند و خواستار ورود دستگاه قضایی شد. روز پنجشنبه محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران از دستور فوری برای رسیدگی به ادعای این دو نماینده خبر داد. البته اون تهدید کرد که چون موضوع مهم و با حیثیت دولت و مجلس ایران در ارتباطه، اگر مدارکی وجود نداشته باشه این نمایندگان تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. پنجشنبه گذشته احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز از موضع خودش عقب نشینی نکرد و گفت ابراهیم رئیسی رئیس جمهور هم در جریان تحویل 70 تا 75 خودروی شاسی بلند به نمایندگان برای انصراف از استیضاح وزیر سمت بودند. نمایندگان مجلس اما روز یکشنبه 10 اردیبهشت بعد از شنیدن نظر موافقان و مخالفان در جریان استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صنعت و معدن و تجارت به اون رأی اعتماد ندادند و با این حساب او از این سمت عزل شد. جلسه استیضاح رضا فاطمی امین وزیر سمت صبح یکشنبه در مجلس آغاز شد و در پی انتقادها از غیبت رئیس جمهور در این جلسه ابراهیم رئیسی از میانه جلسه در مجلس حاضر میشه. نمایندگان موافق استیضاح به مواردی از عملکرد ضعیف اون به خصوص در حوزه صنعت خودرو و ناکارآمدی دولت رئیسی اشاره کردند. ابراهیم رئیسی در جلسه استیضاح این وزیر کابینش در دفاع از اون مدعی شد که وزیر سمت جلوی فساد و مافیا و رانت و اعمال نفوذ ایستاده بود. حالا این موضوع با واکنش گسترده در فضای مجازی روبرو میشه تا جایی که احمد ایراندوست که براش رئیس جمهور و نماینده مجلس فرقی نداره و با ادبیات معروف خودش به اینها حمله میکنه گفته داستان شاسی بلند و نماینده های عزیز امیدوارم که دروغ باشه. یادش بخیر اون قدیما هم خیلی ها شاسی بلند میگرفتن. شاسی بلند بودا، اسمش تانک بود. تانک بود منتها نمی گرفتنش، می رفتن زیرش برای اینکه یه سری دیوس الان راحت باشن و می رفتن برای نام وطن ایران و عقیده شون به زیر تانک می رفتن. خیلی شاسیش بلند بود، حیف و حیف و صد حیف. یعنی ما میراث اونا هستیم و قرآن اگر باشیم به ناموس زهرا به بلای علی اگر باشیم. انقدر از خون اونا تو رگ ما بود، انقدر همه چی هر بود، انقدر واقعا صد حیف. روح جهان آرا شاد، روح شهید فهمیده شاد، روح باکری ها و همت و سربازای کوچیک، سردارها، بیدارها، اونایی که مشتی بودن، اونایی که اهل دل و حق بودن، یاد تک تکشون بخیر. یاد حاج احمد متوسلیان، یاد حاجی، روح همشون شاد. امیدوارم که ختم بخیر بشه، دروغ باشه این داستان شاسی بلند و این حق و سکوت. کسی که در حق این مردم جفا میکنه رو باید سیفونشو کشید.
رحم نباید کرد. وجدان یگان محکمه است که نیاز به قاضی نداره. یه حرف قشنگه یا علی مدد. ماجرای احمد ایران دوست و حکومت اما قصه عجیبی شده. با هر موضوعی واکنش نشون میده و هر اتفاقی رو به انتقادی تند تبدیل میکنه و ترسی از رئیس جمهور و نظام و مسئولینش نداره. او که بعد از اتفاقات اخیر در کشور متن و استوری و بعضن ویدیوی تندی منتشر کرده بود، حالا با این استوری در خصوص تهدید سردار رادان برای مقابله با بی‌حجابی این استوری رو منتشر کرد و نوشته: زن مالک انحصاری تن خود است. هیچ دوربینی نمیتواند زن را کنترل کند. جریمه مال پراید و 206 تمام. او همچنین در خصوص داستان نماز خوندن علیرضا دبیر در جلسه وزیر ورزش و برخی مدیران ورزشی که حواشی زیادی به پا کرده بود، با این ویدیو به علیرضا دبیر و حکومت حمله کرده و گفته: قهرمانان کشتی آزادمون دستشون درد نکنه. ما بعضا برمیگردیم میگیم طرف تو وسط جلسه داره نماز مستحب میخونه. آقا نماز بخون، امر به معروفه، خیلی خوبه، کسی نماز رو منکرش نیست. ما خودمونم نماز میخونیم، نماز قفیله میخونیم، نماز میت میخونیم، مستحب، غیر مستحب، واجب و غیر واجب، ولی خب خدمت به خلق چیز دیگه، افتخار آفرینی برای ملت چیز دیگه، اهتمام ورزیدن به ملت عزیزمون چیز دیگه هستش. خدا رحمت کنه عزیزی که میگفت به کار. و همچنین در ادامه با این استوری هم گفته بود: بله، تازه الان میفهمیم که چرا آقا تختی شد. چرا؟ خدا رحمت کنه جان پهلوان فردین، همرزم پدرم جان پهلوان شهاب ایران دوست و آقا رسول خادم، همه مشتی ها، همه خوبا. الان یه دوره ایه که مردم ریاکاری رو تشخیص میدن. مردم انقدر درک و شعور بالا رفته و به برکت و میمنت فضای مجازی انقدر دست همه رو شده، دیگه همه میفهمن کی خوبه، کی بده، کی داره لایی میکشش، کی داره واقعا برای خدا و برای خلق خدا کار میکنه، کیاره میخورن از این ور از اون ور، از زیر و بالا و پایین. مستقیم باشید، هیچ چیزی خوب نیست. صراط. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.